اما شاید خیلی از ما تصورمون باشه میخوابیم و اونقدر عمیق بهش فکر نمیکنیم. یه مقدار راجع به مراحل خوابیدن و رویا دیدن واسمون صحبت بکن. حتما همونطور که فکر میکنم بیشتر بیننده کنم بدونن، خواب رو دیگه تقسیم کردن به مراحل مختلف و البته این مراحل مختلف بر اساس فعالیت مغزی سنجیده میشن و خیلی هم نیست که این مرحله کشف شدن. این سال 1953 بوده که مرحله حرکت سریع چشم ها موقع دیگه نامگذاری شد و خواب رو اومدن تقسیم بندی کردن به 4 تا مرحله، یعنی 1, 2, 3, 4 و بعد هم مرحله حرکت سریع چشم ها. در اون 1, 4 مرحله اومدن چشم ها اونقدر حرکت ندارن و خب در طول خواب شبانه این مرحله هی تکرار میشه، یعنی کل اون سیکل خواب عموما 1.5 ساعت تا نزدیک به 2 ساعت طول میکشه و بعد به تدریج تکرار میشه. و البته طول مدت این مراحل مختلف هم در طول شبانه روز، یعنی در طول اون خواب شبانه متفاوت هست. از مرحله اول که شروع میشه که مغز یواش یواش فعالیتش داره کمتر میکنه و خب حرکت چشم خیلی آرام هست، اون مرحله‌ایه که شاید خیلی از ما تجربهش داشته باشیم، یه حرکات ناگهانی عضله میتونه به وجود بیاد بدن و فرد احساس میکنه که داره سقوط میکنه. فکر میکنم خیلی همون تجربه داشتیم در همون اول به خواب رفتن و بعد به تدریج میره تو مرحله دوم، امواج مغزی کنتر میشن. مرحله 3 و 4 که مرحله 3 و 4 دیگه مرحله خواب عمیق هستن و بعد یه مرحله پیش میاد که چشم ها شروع به حرکت کردن سریع میکنن که عمدتاً وقتی که کسی رو که خوابیده هست ببینی کاملا حرکت چشماش زیر پلک بستش مشخص هست و گفته میشه که این همون مرحله‌ایه که ما خواب میبینیم. مغز فعالیتش از لحاظ الکتریکی تقریبا شبیه به حالت بیداری است، ولی خب همزمان با این قضیه، با اینکه مغز خیلی فعالیت الکتریکی شدید داره، ولی عضلات اندام تقریبا فلش هستن. برای اینکه تصورشو بکنن اگر قرار بود مغز اونقدر فعال باشه عضلات فعال باشن که خیلی نادرست خوابی واقعا معنی نمیداد. و گفته میشه همونطور که گفتم این همون مرحله است که انسان رویا میبینه، هرچند مثلا در حیوانات همچنین مرحله دیده میشه، ولی ما هیچ راهی نداریم، احتمالاً در آینده هم راهی نخواهیم داشت که بدونیم اونها هم خواب میبینن یا نه. چون از انسان کاری که میتونیم بکنیم که ازش بپرسی خواب میبینی و اون هم میگه خواب میبینم. و خب همچین مرحله در مثلا پرندگان هم دیده شده و حد زده میشه که اون مرحله که فعالیت الکتریکی مغز شدید هست فرد هم داره درش رویا میبینه، که این رویاها مثلا از 5 تا 20 دقیقه طول میکشن و خب در طول شب هم مرتبا تکرار میشن. این همون مرحله ای که اگه فرد رو وسطش بیدار بکنی یادش میاد که چه رویایی دیده، که مثلا عموما هم خیلی خاطره روشن و واضحی ازش دارن. ولی اگر در مرحله دیگه فرد رو بیدار بکنی با اینکه اون فعالیت رو داشته و احتمالاً هم رویا دیده، ولی چیزی رو خیلی کمتر هستن که بتونن به خاطر بیارن. خب راجع به همین رویا صحبت بکنیم، مثلا چه دلایلی داره که یه انسان خب رویا میبینه و از کجا منشأ میگیره، مشخص شده این چگونه؟ این خیلی هنوز صحبت داغی است و هنوز پژوهش داره روش انجام میشه، برای اینکه آیا واقعا رویا دیدن لازمه، یه چیزی که برای مثلا سلامت ذهنی، سلامت ذهن انسان، سلامت مغز انسان، حتی برای بدن مفید هست یا نه، یا فقط مثلا یک نتیجه بی دلیل و یا بدون اثری است از همون فعالیتی که مغز دارن. و خب گفته میشه که خاطرات روزانه‌ات روی مغز، روی رویاها اثر دارن، ترس ها روی رویاها اثر دارن، آرزوها روی رویاها اثر دارن و خب دیده شده که مثلا یک اتفاق خاص، اتفاق بزرگی که روی همه اثر عاطفی میذاره، بعدن خوابها تغییر میکنن. مثلا حادثه 11 سپتامبر که در آمریکا به وجود اومد، دیده شد که یواش یواش خوابها تغییر میکرد و خب از روی کسانی که خوابشون یادداشت میکردن دیدن که خوابها خیلی واضح تر از اثر عاطفی بیشتری داره، بنابراین اتفاقات روزانه روش اثر میکنه. بعضی از تئوری ها میگن که خواب کمک میکنه به حل مشکلاتی که در بیداری نمیتونی به جوابشون برسی و یک راهنمایی، یک سرنخی، یک راهی رو بهت میخوان ارائه بکنن که شاید در بیداری اگر به خاطر بیاری بعداً بتونی اون مشکل تو، اون مسئله تو حل بکنی. و خب البته یک الگوهای ثابتی هم داره، افتادن، دویدن با اینکه نمیتونی حرکت بکنی، ببینی دندونات داره میریزه، امتحانی رو که درس نخوندی
دستش نخوردی داریم. اینا یه الگوهای ثابتی است که نشون دهنده مثلا مشکلاتی که در طول روز هست، که ترسایی که در طول روز هست. هم هممون اینا رو داشتیم. من مسئله‌ای که دارم خیلی به ندرت یادم میمونه که چه خوابی دیدم، حالا اونم شرایط مختلفی داره. میدونم میشه راجبی ساعت و صحبت کرد. حتما اونم راه درک بعدن فرصت بشه در مورد صحبت. یه برنامه دیگه به جزئیات بیشترش بپردازیم. ببینیم ما. برای خیلی از شما سپاسگزارم، چون راجب خواب و رویا صحبت کردی، همکاران من گزارش دیگری رو در این زمینه تهیه کردن، همون رو که اشاره کردیم. خب این دنیا یعنی همون خواب و رویا، دنیای اسرارآمیز و ناشناخته. اما خب تلاش‌های بسیاری از سوی پژوهشگران صورت گرفته تا حداقل آگاهی‌های بیشتری رو در این باره کسب کنند. اخیراً در انگلستان آزمایشی صورت گرفته که در صورت موفقیت اون، ظاهراً انسان میتونه بر جریان خواب کنترل داشته باشه و حتی بر محتوای رویاهای خود اثر بگذاره. جزئیات بیشتر رو در گزارش پیش رو نگاه می‌کنیم. جمعه 3 آوریل 20 نفر به عنوان بخشی از یک آزمایش با نام کارگردانی رویا در غلاف‌های خواب خوابیدند. این آزمایش که حاصل اندیشه‌های لوک جرام است، برای بررسی فرایند خواب دیدن و امکان اثرگذاری بر محتوای آن طراحی شده. جرام لوک می‌گوید: The Dream Director is an interactive installation. کارگردانی رویا یک سیستم واکنشگر برای شکل بخشیدن به رویای شرکت کننده ها در آزمایش در طول خواب. در مقاطعی صداهایی براشون پخش میشه که میتونه روی رویاهای اونها در طول خواب اثر بذاره. به هر یک از شرکت کنندگان یک غلاف خواب تعلق گرفته بود تا شب را در آن سپری کنند. هر غلاف دارای یک چشم بند بود که به یک کامپیوتر مرکزی متصل میشد. جرام لوک در مورد نحوه کار میگوید: Below we've got 20 sleep pods. ما در اینجا 20 غلاف خواب داریم. امشب 20 نفر به اینجا میان تا در غلاف ها بخوابن. اونها چشم بند های مخصوص ما رو به چشم خودشون میزنن. این چشم بند ها زمانی که حرکات چشم در زمان دیدن رویا آغاز میشه، حرکات رو ثبت میکنن و به طور اتوماتیک آغاز به پخش صداهای متفاوت که بر محتوای رویا اثر خواهند گذاشت میکنه. یکی از شرکت کنندگان میگوید: من خیلی هیجان زده هستم در مورد این تجربه. میخوام ببینم خوابهام چه تغییری میکنن. امیدوارم خوابهای خوش و جالبی ببینم. دکتر کریس آلفورد، روانشناس از دانشگاه وست‌آف انگلند، امیدوار است نتایج این آزمایش و موفقیت آن بتواند به کشف رازهای بسیاری در مورد رویاهای شبانه بله برخی مشکلات مربوط به آن کمک کند. او میگوید: ما فکر میکنیم این آزمایش میتونه نتایج خیلی خوبی در پی داشته باشه. ما سالیان طولانی با مشکل کابوس‌های شبانه یا بی‌نظمی‌های خواب بعد از وقایع تلخ روبرو بودیم. حتما با داشتن توانایی تغییر مسیر یا محتوای خواب میشه به افرادی که دچار کابوس میشن کمک کرد. صبح روز بعد از آزمایش از شرکت کنندگان خواسته شد محتوای رویاهای خود را بنویسند. اکثریت شرکت کنندگان از این تجربه لذت برده بودند. جف توماس میگوید: من خواب خیلی خوبی داشتم. خوابهایی که دیدم خیلی واضح بودند. واضح تر از همیشه. تجربه خوبی بود. شرکت کننده دیگر میگوید: من خیلی سریع به خواب رفتم. فکر کنم خوابهایی هم دیدم، اما یادم نیست که خیلی طبیعیه. نیمه های شب بیدارم کردن چون خورناس رو کشیدم، اما خوب شد که نفرستادنم خونه. ناظران این آزمایش امیدوارند تکرار آن و نتایج حاصل از این گونه آزمایش ها بتواند در رفع اختلالات خواب و کابوس های مزمن راهگشا باشد.